به نام خداوند بخشنده و مهربان، تقدیم سلام خدمت همگی شما. شام شما بخیر آرزو میکنم در هر گوشه دنیا که هستین صحتمند باشین. در این بخش برنامه ابن سینا خوش آمدین با موضوع کمردردی و ما با خود دکتر صاحب سید عبدالله احمدی متخصص ارتوپدی رو داریم که از اوساکای ژاپن با ما هم کلام هستن. صحبت ها رو با شما ادامه میدیم. سلام تقدیم شما دکتر صاحب، شامتان بخیر. تشکر، سلامت باشین هنا جان و تشکر از تلویزیون طبی چراغ که ما را در این برنامه خود و از این گوشه جهان دعوت کردین. در قدم نخست میخوایم که سلام خدمت شما، سلام خدمت دستان در کارهای برنامه شما و همچنان یک سلام ویژه و گرم زمستانی خدمت تمام بیننده های تلویزیونتان تقدیم بکنم. تشکر دکتر صاحب از این که وقتتون رو با ما گذاشتین. با عنوان اولین سوال میخوایم از شما بپرسم که عمده ترین علت کمردردی در نزد خانم ها چی است؟ تشکر هنا جان. قبل از این که به علت عمده درد کمر نزد خانم ها بپردازیم، یک مرور کوتاه به ساختمان ستون فقرات میکنیم که منبع درد کمر نزد همه انسان ها است. ما یک مدل با خود دارم، شما میفهمین که ستون فقرات از مجموعه مهره های ستون فقرات، دسک بین الفقری و اربطه ای که در پیشروی ستون فقرات، پیشروی جسم ستون فقرات قرار داره و همچنان اربطه ای که در خلف جسم ستون فقرات داره که از اینجا قابل دید نیست و دو سه اربطه دیگه که یکی در خلف صفحات خلفی ستون فقرات، مرای ستون فقرات قرار داره و بین بارزه های ستون فقرات و قسمت خلفی ستون فقرات قرار داره تشکیل شده و شما بهتر میفهمین که وظیفه ستون فقرات از جمله وظایف کمدش حرکات است که ما شما میتونیم توسط زیر کمر خود قبض و بست کنیم یا گردن خود و همچنان میتونیم که به طرف جنبی را حرکت بتیم و همچنان ستون فقرات محل اتصال عضلات است و خصوصا در ناحیه قسمت کمر یا همچنان قسمت ناحیه پایین‌تر از او و از این خاطر ستون فقرات منبع درد کمر است. ما خواستم که در قدم نخست در رابطه با ساختمان ستون فقرات بر شما کمی روشنی بدهم. علت عمده درد ستون فقرات در مجموع ما میخوایم که روی مدل نشان بدیم که کمی آسان شود، کشش عضلات و اربطه هایی که در دواحی ستون فقرات وصل است، کشش از اونا، همچنان برآمدگی دسک و یا پاره شدن دسک، محتوی دسک سبب تحت فشار قرار دادن عصب بین الفقره و یا خود نخای شوکی میشه، این سبب میشه که درد به وجود بیاره و همچنان ارتروز مفصل ستون فقرات، خصوصا مفصلی که از خلف یک موره را به دیگه موره وصل می سازه، تغییراتی که در این ناحیه به وجود می آید این سبب درد کمر بشه و پوکی استخوان از جمله عواملی است که این هم سبب ایجاد درد کمر میشه و عوامل دیگه که سبب درد کمر میشه انتانات خود استخوان ستون فقرات هم میتونه که سبب ایجاد درد کمر شود. لیکن در این اواخر محققین ستون فقرات تلاش کردند تا ارتباط درد کمر به صورت ویژه نزد خانما هم مورد ارزیابی قرار بدن. اونا قد مریض، قد خانما را خواستن، اونایی که قدشان بلندتر از 178 سانتی متر باشه دریافتن که ارتباط قابل ملاحظه با درد ستون فقرات داره. خانمایی که وزن زیاد دارن این هم از جمله عواملی است که سبب ایجاد درد کمر نزد خانم‌ها میشه. سطح دانش دیدن که خانمایی که سطح دانش پایین داشتن و هم سبب کسایی بودن که از درد کمر زیاد شکایت داشتن و امراض روانی هم از جمله عواملی بود که اونا دریافتن که ارتباط قابل ملاحظه با درد کمر داشت. فعالیت روزمره، خصوصا خانمایی که معروض به انجام کارهای شاقه خانه هستن، اونا هم از درد کمر شکایت داشتن. مراحل ابتدایی بلوغیت
همچنان از جمله عواملی بود که سبب ایجاد درد کمر نزد خانم‌ها میشد و همچنان پوشیدن بوتای کوری بلند هم دریافتن که ارتباط قابل ملاحظه با درد کمر نزد خانم‌ها داشت. بله، سپاس از شما دکتر صاحب. و همچنان حاملگی به کدام میکانیزم ها سبب ایجاد درد کمر میشه؟ میشه درباره ازی هم بر ما معلومات کافی بتین؟ تشکر هنا جان. حاملگی از جمله عواملی بود که ای هم ارتباط قابل ملاحظه با درد کمر داره و زمانی که عمر بارداری یا سن بارداری به نیمه میرسه، خصوصا در ماهای از 3 به بالا 4 و 4 نیم، این سبب سنگین تر شدن خود رحم میشه. این سنگینی رحم باعث برهم خوردن مرکز ثقل در لگن خاصر مادر شده و باعث فشار بالای ستون فقرات میشه که خصوصا در ناحیه قوسی کمر کی جرگ نشان بتن در این ناحیه میشه و سبب تخریش عصب ناحیه شده و درد ایجاد میکنه. از طرف دیگر شما بهتر میفهمین که عضلات شکم از جمله عضلات است که اینا باعث حمایت یا تقوی ستون فقرات است و زمان حاملگی از باعث بزرگ شدن رحم سبب میشه که این عضلات کشش پیدا بکنن و کشش از این سبب ضعیف شدن این عضلات میشه. ضعیف شدن این عضلات باعث فشار بالای ستون فقرات شده و سبب ایجاد درد نزد بدن میشن. از طرف دیگه هورمونای بارداری خصوصا ریلکسین از جمله هورمونای است که سبب نرم شدن و یا سست شدن یا شل شدن اربطه های مفاصل خصوصا در نواحی لگن خاصره میشه به خاطر مراحل تولد. با اون نسبت انعطاف پذیری بیشتر این مفاصل سبب میشه که بالای ستون فقرات فشار وارد کنه و سبب ایجاد درد کمر نزد خانمای باردار شه. سپاس از شما دکتر صاحب. و شما در لابلای صحبت هایتان اشاره کردین که سطح آگاهی و همچنان دانش خانم ها میتونه باعث شه که درد کمرشون زیادتر شه. میشه درباره از این هم بر ما معلومات کافی ارائه کنین؟ تشکر. بله، برای من هم خیلی یک موضوع جالب بود و شما همچنان به موضوع جالب اشاره کردین. در این اواخر یکی از مطالعاتی که در این مورد صورت گرفته در یکی از ژورنال‌های خیلی معتبر ستون فقرات به چاپ رسیده که در این مطالعه در حدود 10,500 خانم اینا تحت مشاهده قرار داده بودن، خصوصا از سالهای 2004 تا 2013، و مجموعی از خانم ها را به کتگوری های مختلف تقسیم کردن. از این جمله در سطح تحصیل این خانم ها را به 3 کتگوری تقسیم کردن: خانم هایی که سطح تحصیلات عالی داشتن، خانم هایی که سطح تحصیلات متوسط داشتن و خانم هایی که سطح تحصیلات پایین داشتن. به اون نسبت اینا دریافتن که خانم هایی که سطح تحصیلات پایین داشتن بیشتر نسبت به خانم هایی که سطح تحصیلات متوسط یا عالی داشتن از درد کمر خود شکایت داشتن. اگر ما این تحقیق به وطن خود نسبت بدیم، شما میفهمین که تعداد زیادی از بانوان در کشور ما شما از سطح تحصیلات پایین و همچنان یک تعداد از اونا بی سواد هستند و به اون نسبت اونا باید کارهای شاقی خانه را انجام بدن و از طرف دیگر اونا سواد ندارن تا آگاهی خصوصا از اطلاعات جمعی بخوانند یا بفهمند، مطالعه بکنن که چطور وضعیت مناسب خود نگاه بکنن تا ای که باعث ایجاد درد کمر نزدشان نشه. بله، سپاس از شما دکتر صاحب. و همچنان شما از بوت‌ها اشاره کردین که امروز خانم های عزیز و دختر خانم ها هم از بوت های گوناگون اینا استفاده میکنن و البته بوت های بلند استفاده میکنن که بدون شک میتونن با کمر یک شخص صدمه وارد کنن. میشه درباره بوت ها هم از انواع بوت ها هم بر ما معلومات کافی ارائه کنین که کدام بوت ها رو دختر خانم ها زیادتر بپوشن و آیا بوت های بلند میتونن که اینا استفاده کنن یا خیر؟ تشکر. به خیلی موضوع جالب اشاره کنه هنا جان. شما بهتر میفهمین که پوشیدن بوت کوری بلند طرفدار زیاد داره، خصوصا بین جوان ها چی در کشور ما یا خصوصا در کشورهای آباد که سرک خوب یا رهرو خوب دارن. متاسفانه محققین ارتوپدی بعد از اینکه متوجه شدن که بعضی از خانم‌ها از
مشکلات قدم خود شکایت داشتند و همچنان از مشکلات کمر خود در رابطه با ارزیابی و تحقیق که اینا کردن دریافتند که پوشیدن بوتای کوری بلند سبب ایجاد درد کمر میشن. بر علاوه اینکه سبب ایجاد درد کمر میشه، مشکلات دیگه را نیز نزد خانما بار میارن. اگر سوال خلق شود که چطور درد پوشیدن بوتی کوری بلند سبب ایجاد درد در کمر میشه، باید متذکر شوم که با پوشیدن بوت سبب میشه تا عضلات قابضه ران تحت فشار قرار بگیره، کش شوه، همچنان عضلات دکک و که هانش برش میگنی هم کشش پیدا میکنه و کشش از عضلات سبب میشه که تا بالای ستون فقرات فشار وارد کنه و سبب ایجاد درد شوه نزد خانم‌ها. از طرف دیگه بر علاوه درد کمر پوشیدن بوتای کوری بلند سبب میشه که تا درد قدم با وجود بیاره، مچ خوردگی قدم که همگی ما شما به اصطلاح بلد هستیم با وجود بیاره و سبب کج شدن خود انگشت شوه که ما یک اصطلاح اورتوپدی دانا به نام همرتای که انگشت چکش مانند برش میگن با او معروض شوه و همچنان تحت فشار قرار گرفتن اوی خود نمی قدم از سبب پوشیدن از این بود ممکن نزد خانم عادت شود و از طرف میتونه که سبب ضعیف شدن خود اربطای داخل قدم هم شود و در مجموع میتونه که سبب درد زانو هم نزد خانم ما شود و بهترین بوتایی را که امروز خصوصا سرش بحث شده که کدام بوتا خیلی راحت است برای خصوصا جوانا امی که ما برش کرمچ میگیم یا بوتای راحته که همیشه همراهش ورزش کرد و هم همراهش میشه که به کار رفت، بهترین بوت است و بوتای رسمی و خصوصا بوتای کوری بلند طبعا سبب ایجاد بعضی مشکلات نزد خانم ها میشه. بله، سپاس از شما دکتر صاحب و فعلا یک برنامه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشیم.